ویدیویی که به دسترس رادیو آزادی از پرواز هلیکوپتر سقوط شده در فرار رسیده است نشان می‌دهد که این هلیکوپتر قبل از پرواز نیز آمادگی کامل نداشته است. در ویدیو مشاهده می‌شود که یا وزن هلیکوپتر زیاد است و یا مشکل تکنیکی دارد، ولی با آن هم پیلوت تلاش نموده است تا این هلیکوپتر پرواز نماید. صبح روز چهارشنبه به شمول رئیس و یک عضو شورای ولایتی و همچنین معاون قلهوردی 207 ظفر با 25 تن در پی سقوط یک چرخبال در فرا کشته شدند. محمد شعیب ثابت والی فرا با تایید این رویداد میگوید این چرخبال نیروهای ارتشی ملی در نتیجه خراب بودن احوال ولسوالی انارداری فرا سقوط کرده است. فرا ولایت انارداری ولسوالی څخه چې د هرات ولایت د شیندل ولسوالی طرف ته حرکت کوو، د خراب احوال عمل سقوط کړی دی چې په دغه تیاره کې زموږ 15 تنه هیوادوال شهادت رسیدلی. دغه شهیدان له جملې څخه د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور، د ولایتي شورا غړی جمیله امینی او د 201 قلوردو ظفر قلوردو مرستیال ښاغلی نعمتالله خلیلی که هم شامل و شهیدان کن. در همین حال شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا عوارض تکنیکی و زیاد بودن وزن این هلیکوپتر را یکی دیگر از علتهای سقوط آن میخواند. او میافزاید که طبق اطلاعات وی هنگامی که چرخبال از یک کوه عبور میکرد و میخواست ارتفاعش را بلند کند نتوانسته است و در نتیجه آن با کوه تصادف نموده و این رویداد را به وجود آورده است. در منطقه شمال شرق اناردره این هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود، گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد و کو اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر. تا حدود 40 روز اخیر دومین چرخبال است که ولایت فرا سقوط میکند و مقام های محلی فرا علت سقوط چرخبال ها را کنه و فرصده بودن آنها نیز میداند. باید گفت که تا عصر روز چهارشنبه نیروهای امنیتی نتوانستند بنابر وضعیت بد جوی و همچنین کوچک نبودن این منطقه خود را به ساحه رویداد برسانند.